همراه میشیم با میره جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما همراه. آقای جاودانفر، شاهد افزایش اختلافات بین اسرائیل و سازمان ملل هستیم. از یک طرف آنتونیو گوترش رهبر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری جنگ در نوار غزه شده و از طرف دیگه سفیر اسرائیل در سازمان ملل در واکنش به این درخواست خواستار استعفای آنتونیو گوترش شده. این اختلافات رو شما چطور میبینید؟ بله، اول بحث اشاره بکنم که آقای آنتونی گوترش گفته بوده که خواستار این هستش که تمام گروگان‌های اسرائیلی هم آزاد بشن، ولی چیزی که باعث خشم دولت اسرائیل شده این هستش که ایشون خواستار آتش‌بس شده، آتش‌بس دائمی، و در اسرائیل این چهره رو به وجود آورده که بله، آقای گوترش بخواد که حماس بمونه در قدرت. ببینید، الان سازمان ملل متحد در یک مکان بسیار سختی قرار یافته. از یه طرف نگران هستش که واقعا وضع شرایط مردم غزه الان واقعا داره وخیم‌تر میشه به خاطر جنگی که البته حماس شروع کرد، و وظیفه سازمان ملل متحد این هستش که چیزهای ابتدایی، سرویس‌های ابتدایی مانند آب و سرویس‌های بهداشتی و اینها برای مردم غزه فراهم داده بشه، و نگرانی این سازمان این هستش که تا وقتی این جنگ ادامه پیدا بکنه دیگه نمیتونه این کمک ها رو به مردم فعل غزه بکنه و شرایط انسانیشون واقعا کاهش پیدا خواهد یافت. ولی برای دولت اسرائیل مشکل اینجا هستش که اگر الان آتش بس بشه و حتی گروگان ها هم آزاد بشن، اسرائیل واسی با حماس، همون حماسی که این جنگ رو شروع کرد و تمام این ماجرا رو شروع کرد، دوباره باز زندگی بکنه. پس یعنی اینکه تمام امنیت مردم خودش دوباره در چالش خواهد افتاد و احتمال اینکه ما شاهد یک جنگ دیگری هم بشیم مانند همین هم وجود خواهد داشت. پس این باعث شد که واقعا هر دو طرف الان به یک اختلاف بسیار جدی برسن، و به نظر من روابط اسرائیل و سازمان ملل متحد در آینده اتفاقا بدتر هم خواهد شد. آقای جاودانفر، همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که حملات ترکیبی رو انجام داده به خان یونس و مراکز ثقل حماس در این شهر. ارزیابی شما در مورد چه است؟ ببینید، مسئله اینجا هستش که بر اساس گزارش‌های در مطبوعات ما می‌دونیم که دولت آمریکا قصدش این هستش که تا ماه ژانویه دیگه این جنگ تموم بشه. الان روز 61 این جنگ هستش. اسرائیل یه چیزی حدود 18 روز دیگه وقت داره تقریبا، کما بیش، البته ضرب العجل دقیق نیست، ولی طرف های ماه ژانویه بحثی تموم بشه، چون اون وقت کارزار انتخاباتی آمریکا دوباره شروع خواهد شد. پس در این اسرائیل میخواد از این فرصت استفاده بکنه تا ضربات بسیار محکمی رو وارد بکنه به زیربنای نظامی حماس و زیربنای سیاسی این گروه، که از اون بتونه استفاده بکنه در آینده به عنوان یک اهرم، و یا همین الان به عنوان یک اهرم برای آزادی گروگان‌هاش، و اینکه جلوگیری بکنه از اینکه حماس در آینده بتونه در غزه بمونه. یکی از مناطقی که بسیار مهم هستش، اول شمال بود، نیروهای اسرائیل شمال رفتن، بعد الان نیروهای اسرائیلی در جنوب غزه هستن، چون بعضی از رهبران حماس فرار کردن به اونجا و دولت اسرائیل واسی به دنبال اونها بره، و این باعث شده که جنگ وخیم‌تر بشه. من واسی واقعا بگم با عرض تأسف برای مردم خودمون در اسرائیل و در مردم غزه در فلسطین، اگه شما روز 6 اکتبر به من میگفتید که اسرائیل واسی همچین حمله ای بکنه برای نابود کردن رژیم حماس در غزه، میگفتم هیچ احتیاجی نیست، اصلا این چیه کار واقعا بسیار افراطی خواهد بود. ولی بعد از حمله اکتبر 7 حماس متاسفانه به یک مرحله رسیدیم که الان یه همچین حمله متاسفانه لازم هستش، و این دیدگاه رو اکثریت مردم اسرائیل با اون موافق هستن. بسیار متشکرم از شما میره جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما همراه بودید.